روانی که از مرگ برمیگره و میخواد توی هالووین بعدی انتقام خودش رو بگیره. گلاسیا سلام. امروز براتون فیلم هالووین 2 مسترز 2009 آوردم. برای درک بهتر فیلمم نسخه اول فیلمو از اینجا میتونید تماشا بکنید. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل کام رو صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم صحنه ای از گذشته و بچگی مایکل مایرز قاتل سریالی که تو قسمت قبل دیدیم و میبینیم. یادمونه که مایکل تو بچگیش توی شب هالووین یهو روانیش رو همه اعضای خانواده‌اش غیر مادر و خواهر نوترش رو کش و برای همینم فرستادنش تیمارستان. حالا مادر رفته ملاقاتش رو یه عروسک اسب بهش میده. بعدم میگه از این بعد هر وقت اینو بغل کرد یاد من بیفت و قول میدم یه روز ببرمت خونه. حالا میریم به پایان قسمت قبل. لورا بعد کشتن برادرش مایکل غرق خون وسط خیابون و مأمور که قبل‌تر با دکتر لومیس به اونجا اومده بود میبینتش. با کمک اون نیروهای امداد سر میرسن و لورا با آمبولانس میبرن. همینطور دوستش انی که تو نسخه قبل دیدیم توسط مایکل مایرز کلی کتک خورد و کلا ترکید. دکتر لومیس روانشناس که مدت‌ها این قاتل رو زیر نظر داشتم در پایان قسمت قبل اومد که لورا رو نجات بده و مایکل با فشار چشماش اونو کشت، اما هنوز زنده است و میبرنش بیمارستان. مشخص جنازه مایکل هم میبرن برای کالبد شکافی و همه مطمئنن که مرده. دو تا مأمور انتقال مایکل تو ماشین صحبت میکنن و همه چیز خوبه تا راننده حواسش پرت میشه و میزنه به یک گاو. تصرفی وحشتناک رخ میده که راننده صورتش نصف میشه و دوستش هم وحشت زده است و گیر کرده تو ماشین. صدای ضربه های عقب ماشین میاد و یه رفه مایکل درو میشکنه. روانی که هنوز زنده است میاد جلو و بی توجه به نعره های مأمور شیشه ای از زمین برمی‌داره و به شکل وحشتناک با این شیشه کند انقدر گردن مأمور رو میبره که از سرش کنده بشه. بعدم راهش رو میبره جلوتر و مادر خودش رو با لباس سفید کناری اسب میبینه. حالا میریم به بیمارستان. زخمای لورا درمان میشن و چند ساعت بعد به هوش میاد. فقط نگران دوستش انی و میره بالا سرش. انی حالش افتضاحه و لورا میزنه زیر گریه و هی میگه زنده بمون. پرستارا میبینن چه سریم برنش به تختش تا بخوابه. اما لورا اول میگه که یکیشون میخواد آرام بخش بگیره. میره پیشش و وقتی پرستار برمیگرده یهو ادمینی و دهنش خون میریزه و فریاد میزنه. لورا که گیج شده سعی میره عقب و همین لحظه از پشت پرستار مایکل مایرز پیدا میشه. مردی که عمره تا کار خواهرش رو تموم کنه. لورا وحشت زده فرار میکنه و مایکل هم بعد کشتن کامل پرستار میره دنبالش. تو راهروها چند نفر دیگه هم توسط این قاتل کشته شدن و در آخر لورا به اتاق نگهبان میرسه. از وحشت نمیتونه درست صحبت کنه و نگهبانم که نگران میشه میره که ماشین رو بیاره براتش پیش پلیس. در قفل میکنه و چند لحظه بعد باز لورا جیغ میزنه. چون مایکل نگهبانم کشته و اومده پشت در و داره در و پنجره رو میشکنه. همین لحظه لورا چشمشو باز میکنه و میفهمه اینا همش خواب بوده. 2 سال از اتفاق مایکل مایرز گذشته و درسته که موقع انتقال به کالبد شکافی تصرف کردن، اما هیچ وقت خبری از مایکل نشد و همه فکر میکنن برای همیشه غیب شده و شاید هم اصلا جنازه‌شو حیونا خوردن. لورا هم به خاطر اتفاقی که برای خانواده‌اش افتاده حالا با دوستش انی و پدرش که یه مأمور پلیس هست زندگی میکنه. لورا همچنان خیلی وقتا کابوس مایکل رو میبینه و روزاشو به کار توی کتابخونه میگذرونه و با صاحب روتا فروشنده‌اش دوستی خوبی داره. دو روز به هالووین مینده و لورا پیش روانشناس که مدت هاست میبینتش میره. دکتر باهاش حرف میزنه و مشخصه لورا به خاطر اینکه نتونسته به چشم خودش جنازه مایکل رو ببینه هنوز درگیر و فکر میکنه زنده است و دکترم همش سعی میکنه بهش بفهمونه که اون قضیه تموم شده. نکته دیگه اینه که لورا هنوزم نمیدونه چه نسبتی با مایکل داره و پلیسایی که اینو فهمیدن هم قضیه رو ازش مخفی نگه داشتن. تو نسخه قبلی فیلمم هیچ وقت نتونست بفهمه که چرا مایکل دنبالشه. حالا دکتر لومیس رو میبینیم. بعد اون اتفاق وحشتناک به کمک دکترها چشمشو به دست آورده و حالا هم به خاطر کتابی که نوشته و اون تراژدی که گذرونده یکی از معروفترین نویسنده هاست و دوباره داره میره به این مراسم معرفی که کتابش رو معرفی کنه، کتابی که قرار روز هالووین پخش بشه. نکته جالب اینه که حالا توی همه صحبتاش خودش رو به عنوان کسی معرفی میکنه که مثل پدر مایکل بوده و خیلی با هم ارتباط خوبی داشتن. برای همین هم توجه همه سمتشه. یکی ازش میپرسه اگه مثل پدرش بودی یعنی تو هم نقش داشتی که یه قاتل بشه که 15 نفر رو بکشه. اون هم یکم عصبی میشه و میگه مایکل تو زمان بچگیش توی تیمارستان بود و فهمید مادرش جون خودش رو گرفته. از اون به بعد رفتارش جوری بود که انگار نمیخواست اینو باور کنه و به نظرم همین باعث شد که روانی بشه. تو جواب سوال بعدی که میپرسن مایکل مایر زنده است یا نه، فریاد میکشه مایکل برای همیشه تموم شده. وسط همین صحبتاش صحنه ای از یه مکان دورافتاده میبینیم. مایکل با ظاهری به هم ریخته و ریشهای بلند به یک کلبه میرسه. مادرش با یه اسب سفید اونجا. مادر بهش میگه مایکل هالووین نزدیک و باید آماده شی. جالبه که انگار مایکل هنوز خودش مثل بچه میبینه و به مادر میگه خیلی دوستت دارم. تو خیابون این نزدیک چند تا مرد تو ماشینن و مایکل بعد بیرون اومدن از کلبه میره وسط خیابون. ماشین متوقف میشه و دو تا مرد میان سمتش و بهش میگن گفته بودیم که دفعه بعدی بیا اینجا میکشیمت. شروع میکنن به تحقیرش و با چوبی انقدر میزننش که میفته زمین. دختری که با این مرداس پیاده میشه و مادر رو ازش جدا میکنه. نگران مایکل و بعد معذرت خواهی میره تو ماشین. حالا مایکل بلند میشه.
دوباره ماسک همیشگیشو میزنه و تو سکانسی وحشتناک همه مردا رو با چاقو سلاخی میکنه. بعدم میره سراغ اون دختر و انقدر چاقو میزنه که جیگاش تموم میشه. تنها کسی که زنده مونده سگ این خانواده است که اونم نه تنها میکشه بلکه گوشتش هم از شکمش در میاره و میخوره. میریم پیش لورا با انی و پدرش سر میز شامن و لحظه‌ای که مایکل داره گوش سگو میخوره لورا یهو بالا میاره و حالش بد میشه. دوباره میریم به یه خاطره. مایکل تو تیمارستانه و مادرش با لباس مشکی میاد دیدنش. مایکل میگه چرا دیر اومدی و مادر میگه میدونی که دیگه زنده نیستم و نمیتونم بیام. تو همه این لحظه ها هم مایکل بزرگ کنار خودشه. بچه مادر میگه میخوام بهش نشونت بدم و میرن جایی که ماسکش روی اسکلت گذاشته. یه سری آدم با ظاهری وحشتناک سر میزن و وسط میزشون لورا خوابیده. مایکل به مادر میگه بالاخره پیداش کردم و وقتش یه خانواده بشیم. یه دفعه دست لورا میگیره و با جیغ کشیدنش میبینیم اینم خواب بوده. یه روز مونده به هالووین. دکتر لومیس رو میبینیم که جلوی خونه قدیمی این خانواده مایرزه. مدیر برنامه‌اش با عصبانیت میگه این کارت اشتباهه و مشخص میشه دکتر لومیس میخواد اینجا فیلمبرداری انجام بده تا کتابش تو روز هالووین تبلیغ کنه و بتونه بیشتر از این داستان پول در بیاره. چون این خونه جاییه که همه قتل‌های وحشتناک همینجا اتفاق افتادن. لورا هم بعد کابوسش میره دوش بگیره و از بیخوابی یه لحظه روی هم میذاره و دوباره کابوس میبینه. این بار تو خونه بچگی مایکل و یه ماسک دلغک میزنه. میره سراغ مایکل و به شکلی ترسناک با چاقو به قتلش میرسونه. صدای جیغ و داد باعث میشه حالت تشنج بهش دست بده و همین که به خودش میاد با حال بد یه سری قرص میخوره. سعی میره پیش روانشناسش و با حال داغون میگه حس میکنم دارم کنترلمو از دست میدم و کابوسام این واقعیت شدن. خواهش میکنه بهش قرصهای جدید بدن اما دکتر میگه نمیشه چون همین الانم مصرفت بالاست. لورا همچنان مثل روانیات داد میزنه و میگه ازت متنفرم و یه لحظه مایکل رو میبینیم که داره وسط یه سری دشت قدم میزنه و سمت شهر میاد. دوباره میریم پیش دکتر لومیس. مصاحبه که ضبط کردن رو نگاه میکنه و تو جواب گزارشگری که میپرسه به نظرتون جنازه مایکل پیدا میشه، میگه آره یه روز این اتفاق میفته چون همیشه روانیا یه راه به خونه پیدا میکنن. شب قبل هالووین رسیده و لورا همچنان عصبیه. حتی با دوستش انی هم نمیتونه درست صحبت کنه و دعوای شکل میگیره که انی با عصبانیت میگه من شدم نگهبان تو، بازم بهم احترام نمیذاری و ازت خسته شدم. طرف دیگه شهر کلابو میبینیم که صاحبش همراه معشوقش و همکارشون نشستن. یکی از همکارا میره بیرون و مایکل به اونجا میرسه. مرد میگه اینجا چیکار میکنه؟ یه رفه مایکل میره تحت زمین و بعد میره بالا سرش بدون هیچ رحمی با پاهاش مغز یارو رو میتره کنه. این در حالی که روح مادرش هم باز کنارشه. بعد میره داخل و تو سکانس وحشتناک دیگه دست پیرمرد رو قطع میکنه که از خونریزی بمیره و سر معشوقش هم انقدر به شیشه میکوبه که خورد میشه. صبح روز هالووین پدر انی توی ایستگاه پلیس و کتاب جدید دکتر لومیس که امروز پخش شده رو داره میخونه. یه دفعه انگار چیز وحشتناکی میخونه و خیلی به هم میریزه. سریع به دخترش انی زنگ میزنه و وقتی میفهمه لورا اونجا نیست میگه حتما باید باهاتون صحبت کنم، پیداش کن. لورا هم میبینه که به محل کارش میره و با دیدن دکور هالووین کتاب دکتر لومیس بیشتر به هم میریزه. اما تصمیم میگیره این کتابو بخونه. مایکل هم همین لحظه به شهر میرسه و تبلیغ این دکتر رو از کتاب جدیدش میبینه. کتابی که کلا در مورد این قاتله و امروز هم همه جا پخش شده. مادر مایکل بهش میگه دکتر لومیس هنوز زنده است. معروف شده زندگی خوبی هم داره. اونم فقط به خاطر دردی که ماها کشیدیم. دکتر میبینیم که تو کتاب فروشی نشسته و داره نسخه کتابش رو امضا میکنه. مردی میاد جلوش و یه عکس لای کتابه. دکتر میپرسه چیه، نمیشناسیش؟ دکتر هم جوابی نمیده و میگه خیلی دختر قشنگیه. مرد عصبی تر میشه و میگه این دخترم لیندا، هیولایی که تو ساختی اونو کشت، یعنی تو هم قاتلشی. انتقامش ازت میگیرم و یهو اسلحه‌ای در میاره. نگهبانا سعی میزنش بیرون و دکتر هم همراه مدیر و رانندش از اونجا میرن. لورا هم میبینیم که تو ماشینش داره کتابو میخونه. یه دفعه انگار همون چیزی که پدر انی خونده بود رو پیدا میکنه و با عصبانیت داد میزنه و کتابو جر میده. میره به خونه و انی سردرگم میگه چی شده. لورا میگه میخوام از این جهنم دور بشم و به بابای عوضیت بگو انجل سلام رسوند. انی نمیدونه منظور چی و با رفتن لورا به پدرش زنگ میزنه و جریانو میگه. اونم سری به همکارش میگه برو دم خونه ما و حواست به دخترم انی باشه. برام از ایستگاه پلیس میزنه بیرون. لورا به محل کارش میره و از دوستاش میخواد که امشب و اینجا بمونه. اونا هم نگرانشن و میگن چی شده، که لورا هم میگه من کسی که فکر میکنید نیستم، من انجل مایرزم، خواهر مایکل، اون قاتل سریالی معروف. اینو امروز فهمیدم چون دکتر لومیس توی کتابش نوشته. دوستاش میخندن، فکر میکنن شوخیه، اما لورا میدونه واقعیت و کابوسایی که همیشه از مایکل میبینه به خاطر همینه. دکتر لومیس میبینه که برنامه تلویزیونی میبره تا کتابش معرفی کنه، اما مجریها شروع میکنن به تحقیرش و میگن تو از بدبختی دیگران داری پول درمیاری و به فکر اونا نیستی. اونم که حسابی زاگه شده میزنه بیرون. امشب هالووینه و مایکل هم خیلی نزدیکه. لورا هم و دوستاش حسابی مست کردن تا یکم بهتر شه و بعد گیر دادن به دوستاش رازشون میکنه که برن بیرون و خوش بگذرونن. میرن به یه پارتی و وسطش یکی از دوستاش با یه پسر میره تو ماشین تا اشغال کنن. وقتی پسر میره دستشویی کنه یه دفعه مایکل پشتش میاد و با یه ضربه کارشو تموم میکنه. بعدم میره داخل ماشین و با دستاش گردن دخترو میگیره و اونم خفه میکنه.
میریم پیش لورا که داره با رقص حواسش پرت میکنه و یه دفعه انگار همه اطرافش عوض میشه. لورا روبروی خودش مادرش با مایکل کوچیک برای اولین بار میبینه. مادر میگه انجل وقتش بیای خونه و یهو مایکل بغلش میکنه و دختر جیغ میزنه. اما همش توهم و دوستش آرامش میکنه و تصمیم میگیرن برن خونه. ولی خبری از دوست دیگه‌شون نیست و راه میافتن. میریم به خونه انی. مأمور جلوی دره و یه لحظه انی میره همون که با وحشت متوجه مایکل کنار خودش میشه. صدای جیغ انی میاد. مایکل مادرش میبینه که بهش میگه وقت خوشگذرونیه. میبینیم که لورا هم با کمک دوستش میرسه به خونه و مأمور پلیس هم تو ماشین کشته شده، اما اونا نمیفهمن. میرن داخل که با خونه به هم ریخته مواجه میشن. لورا با نگرانی دنبال دوستش انی میگرده و با وحشت جنازه اونو توی حموم میبینه. دوستش شوکه شده و لورا بهش میگه برو به پلیس زنگ بزن. و همین که دختر میره طبقه پایین، لورا میفهمه انی هنوز نفس میکشه. دوستش هم به پلیس آدرس میده و یه رفه ماکل پشت موهاشو میگیره و با چاقوی همیشگیش کار این دخترم تموم میکنه. میریم به ایستگاه پلیس. یه مأمور میره سمت پدر انی و میگه از خونتون بهمون زنگ زدن و اونم سریع حرکت میکنه اون سمتی. لورا هم میبینیم که گریه میکنه و انی هم داره تو بغلش جون میده و بعد چند تا سرفه نفسش برای همیشه تموم میشه. حالا لورا بهترین دوستش هم دست داده و صدای کوبیده شدن مشت مایکل به در وحشت زدش میکنه. سریع طرف دیگه خارج میشه و میفهمه دوست دیگه‌ش هم مرده. از خونه میزنه بیرون و مایکل هم با چاقو دنبالشه. سکانس بعد مأمورا میرسن به خونه و پدر انی با دیدن جنازه دخترش مثل روانیا میزنه زیر گریه. اصلا نمیدونه چی کار میکنه. لورا هم همچنان تو فرار رو وسط خیابون یه راننده میبینتش و اونو میشونه توی ماشین تا ببره پیش پلیس. اما قبل سوار شدن خودش مایکل سعی میرسه و میکشتش. بعدم ماشین رو با دستاش بلند میکنه و میندازه کنار جاده که لورا به خاطر ضربه بیهوش میشه. مایکل خواهرش رو بلند میکنه و با خودش به کلبه میبره که حس میکنه مادرش و بچگی خودش هم کنارشن. از طرف مامورای پلیس هم اون راننده رو پیدا میکنن و انگار سرنخی هم مایکل به دست آوردن. توی کلبه لورا به هوش میاد و جالبه که مثل برادرش خانواده‌اش رو میبینه. مادر به مایکل میگه تمومش کن و لورا فریاد میکشه که مامان تو رو خدا نذارین کارو بکنه. وسط جیغ و داد یه دفعه نوری توی خونه میافت و صدای مامورای پلیس میاد که به مایکل میگن خودتو تسلیم کن، محاصره شدی. دکتر لومیس هم توی خونش اخبار این قضیه رو میبینه و سریع از خونه میزنه بیرون و خودشو میرسونه به همین نقطه. وقتی پدر انی میبینتش با عصبانیت بهش مش میزنه و میگه به خاطر کتاب تو عوضی همه اتفاق افتاد. اما دکتر لومیس میگه میدونم اما اومدم کمک کنم و سری می دو طرف خونه. وقتی میره داخل با ترس به مایکل میگه خواهرت باید با من بیاد بیرون. لورا داد میزنه نمیتونم، اون منو گرفته. دکتر نمیفهم منظورش چیه چون هیچ کس اونجا نیست و میفهمه لورا هم حالت روانی خاصی داره و بهش میگه هیچکی نگهت نداشته، فقط داری ترغیب میکنی. مادر مایکل یه دفعه بهش میگه الان وقتشه. بیرون کلبه همه جا ساکته. یهو مایکل در حالی که دکتر لومیس رو بغل کرده با شکستن دیوارا میپرن بیرون. ماسکش رو برای اولین بار برمیداره. دکتر میگه مایکل بس کن، قاتل روانی بعد این همه سال بالاخره حرف میزنه و میگه بمیر و با چاقو ضربه‌ای به دکتر میزنه. دکتر لومیس میوفه زمین و به دستور پدر انی تمام پلیس‌ها مایکل رو به رگباری می‌اندازن. چند لحظه بعد لورا غرق خون میاد بیرون. همچنان داره مادرش رو میبینه. هیچکی نمیدونه جریان چیه و لورا چاقوی مایکل رو از زمین برمی‌داره. میره بالا سر دکتر لومیس چون اون باعث همه چیز شده و میخواد بکشتش، اما یه رفه تکتیر اندازه به لورا شلیک میکنن. پدر انی داد میزنه شلیک نکنید، اما دیره و چند گلوله دیگه هم سمت لورا میره. سکانس آخر فیلم میبینیم که لورا روی تخت نشسته و لباس سفید تنشه. مادرش میاد سمتش و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. فیلم هالووین 2 به نظر من از اون دسته فیلمایی که خیلی در حقش کم لطفی شد، به خاطر اینکه بازسازی خوبی بود. کارگردان این سری کلا راب زامبیه. راب زامبی هم باید با فیلمهایی مثل خانه هزار جسد، دیویلز ریجکتس یا کلا اینجور فیلمها زیاد بشه. من خیلی توی کانال گذاشتمشون. سبک خاصی داره و خب برای بازسازی سری هالووین هم قشنگ نسخه های اصلیش اختباس میگیره و شاید فقط چند تا صحنه خیلی کوچیکو تغییر میده برای اینکه بتونه داستانو قشنگ تر بکنه. اما خب متاسفانه یه سری از افراد که طرفدار سرسخت هالووین قدیمیان به این نسخه ها کلا نمره کمی دادن و خیلی ارزش رو آوردن پایین. ولی اگه بخواید به عنوان یه عشق اسلشر این فیلمو نگاه بکنید، واقعا صحنه قشنگی داره، جلوه های ویژش خیلی بهتر از نسخه های قدیمیشه و کلا خیلی وحشیانه تر ساخته شده. البته که میگم اصلا نمیشه اون تاثیرگذاری و خفن بودن نسخه های قدیمی رو انکار کرد، به خاطر اینکه تو سالهایی اومدن که اصلا همچین فیلم های مد نبود و سینمای ژانر ترسناک و اسلشر رو کلا حرکت دارن و عوض کردنش. برای همینم میگم وقتی که میخواهید بازسازی بکنیدش یه توقع خیلی زیادی ازتون میگیره. اتفاقی که برای راب زامبی هم افتاد، خودشو کش، یه فیلم خیلی خفن ساخت، بازیگرای خوب آورد و صحنه‌های خشن خوبو توش اجرا کرد، اما در آخر وقتی با نسخه اصلی فیلمش مقایسه میشد میگفتن نه این تاثیرگذاریش بیشتر بود، این از امکانات کم استفاده بیشتری کرده بود. تو که توی سال 2009 ساختی خیلی امکانات بیشتر بود و واقعا هم چیز عادیه که همچین حد فیلمی بسازی.
جدا از این تفاوت‌ها بخوام در مورد خود فیلم صحبت بکنم، همونطور که نسخه قبلی هم گفتم خیلی قشنگ میاد تأثیرات روانی که روی آدم گذاشته میشه و از بچگی اونو شکل میده که در آخر به یه قاتل سریالی تبدیل بشه رو خیلی قشنگ به نمایش میذاره. نسخه دوم فیلم میاد این ارتباط بین خواهر و برادر رو خیلی بهتر به ما میفهمونه. وقتی هم که لورا میفهمه خواهر مایکل، خیلی این تأثیرها بیشتر میشن. نمونه اصلیش همون لحظه ای است که توی کلبه آخر فیلمه و حس میکنه که برادرشون رو پشت گرفته، در حالی که هیچ کسی نیست، فقط توهمشه و دقیقاً عین برادرش مایکل مادرشون رو میبینه. آخرش هم خب اون سکانسی که پیش میاد و وقتی که چاقو رو برمی‌داره میره بالا سر دکتر لومیس، قشنگ معلومه که خونه این برادر هم تو خونش هست و امکان داره این همون روانی باشه. بهش شلیک میشه و سکانس آخر ما میبینیم که یه جا نشسته و مادر میاد سمتش. حالا این یا میتونه این باشه که مرده و یا میتونه این باشه که زنده مونده، انداختنش تیمارستان این برادرش و توهم مادرش رو میزنه. این چیزیه که تو نسخه سوم فیلم باید بفهمیم و قطعا در آینده توی کانال قرارش میدم. دیگه اینکه من خلاصه‌ای که گذاشتم خیلی سانسور شده بود به خاطر اینکه صحنه‌های خشن یوتیوب قبول نمیکنه و مشکل برای کانالم پیش میاره. برای همین نسخه ازش میتونه کانال تلگرام دانلود بکنید و واقعا هم ازش دیدن داره. به این دقت نکنید که نمرش پایینه، نمرش 4 و 6 شده. به این دقت کنید که یکی از خفن‌های سینماست و بازسازی شده و به نسخه امروزی تبدیل شده و خیلی قشنگ میتونه رو موقعتون بره. بازم میگم این فیلم درست نمرش پایینه، ولی من خیلی دوستش داشتم به خاطر اینکه واقعا یه اقتباس خیلی خفن بود، بازسازی خوبی بود و یه ادای دین خفن به یکی از کارگردانای بزرگ سینما شده بود. دیگه همین، دوستتون دارم. نسخه سومش اگه میخواید حتما کامنت بذارید، لایک کامنت ساب یادتون نره. روزتونم گلسی.